سلام همه بچه ها، اومدیم راجع به لالیگا صحبت کنیم. هفته جدید لالیگا، بارسا برد، رئال هم برد. عطای عزیز داریم با حسین مقدم و اینکه چطوریم بچه ها. از عطا شروع کنیم. چطوری عطا، خوبی؟ سلام قربانت، تو خوبی؟ قربانت. حسین جان شما خوبی؟ سلام سروش جان، سلام عطا جان، امیدوارم خوب و پر انرژی باشید و بریم سراغ لالیگا و ببینیم که تیمای بزرگش چیکار کردن و تحلیلمون از ست بازی مهم هفته چی بوده. آره، بریم سراغ بارسا. خب استاد عطا، تو شروع کن از بارسا گفتن که 4 تا زد دیگه بارسا به وایدولید با شاهکار لواندوفسکی، بازی بد دمبله ولی 2 تا پاس گل. چون ما لایو ریاکشن رفتیم برای بچه‌ای که حالا تو کانال تازه میان و اینکه اگه دوستا میتونید ما رو سابسکرایب کنید، لایو ریاکشن هم راجع به همین بازی بارسا و وایدولید بودش. گفتیم که چقدر دمبله بده ولی خلاصه 2 تا پاس گل داد. حالا عطا کمی صحبت کن راجع بهش. خب آره، حالا می‌خواستم همینم بگم که حتما بچه‌ها برید اون لایو ریاکشنی که ما رفتیم با سوشو ببینید، حالا چیز باحالی شده. حالا راجع به این بازی، ببین دمبله و رافینیا رو که خب تو عین بازی حالا میگفتیم خوبن خوب نیستن و اینا، ولی به نظرم حالا بعد که رفت جلوتر، من به نظرم خیلی خوب بودن، به بازی تیم ریتم میدادن، اون هماهنگی که تو اون خط بالا داشتن خیلی به تیم کمک کرد و خب به نظرم بهترین بازیکنمون اصلا تو این بازی رافینیا بود. حالا درسته دمبله دوتا پاس گل داد، ولی رافینیا با یه سو حدود 7 تا پاس کلیدی داد که یکی مشکل اسب بودن داره دمبله، یعنی یه کمی نمیتونه تصمیم بگیره. من نمیدونم چرا، یعنی واقعا بدترین تصمیم با هم میدیدیم دیگه. همه روپا، همه تک به تکا روپا، سانتا روپا، زربازادا روپا، با به خدا بغل پا هم اختراع شده. حالا تو کمی صحبت کن، نظر حسین هم بپرسیم. ببین خود دمبله آره خیلی چیزه توی لحظه تصمیم گیریش ضعیفه، ولی باز پیشرفت کرده. یعنی بخوایم اینجوری نگاه کنیم، حالا به نسبت وضعیتی که پارسال داشت، مثلا نزدیک 9 ماه مصدوم نشده، خیلی نزدیک 20 تا پاس گل داده و خب پیشرفت کرده دیگه. حالا بعد اون مدت اون همه فشار و اینا، بالاخره مربی رو پیدا کرده که بتونه ازش استفاده کنه و اون روحیه هم داره تو تیم. حالا امروز اخبار اومده بود که بعد ترشتگن، یعنی حالا بعد اون 4 تا کاپیتانی که داریم، بعد ترشتگن ششمین کاپیتان تیمه و حالا چون 5 6 ساله تو تیمه، آره، و از لحاظ روحیه به نظرم الان تو وضعیت خوبی قرار داره. حالا یه ذره بریم جلوتر، حالا ممکنه وضعیتش بهتر بشه، ولی اون جلو به نظرم حالا هم رافینیا تمام کننده خوبیه به نظرم، چون هم شوت زنه هم پاسور خیلی واقعا خوب پاس میده، دقت پاس، اون فضایی که پیدا میکنه و فضا رو دو سه بار انداخت رو سر لواندوفسکی، یه بارش که خورد تو تیر، یه بارش هم که پاس گل شد و به نظرم جلو بریم خیلی بهترم میشه این خط حمله، که حالا این سه نفر مثلا تو تیم منتخب ما لالیگا هم بودن. حالا حسین تو هم نظرتو بگو راجع به خط حمله بارسا فعلا اعتبار می‌کنی. درباره عثمان دمبله من اینو بگم که به نظرم یکی از بهترین وینگرهای جهانه، جدا از اون مشکل معصومیتی که داره. خب این مشکل معصومیت یه مشکل فیزیکیه، به ژنتیک بعضی وقتا برمیگرده، به بدشانسی برمیگرده، تغذیه، حتی آب و هوا، خیلی مسائل دخیله توی معصومیت یه بازیکن. ولی دمبله ای که فیت باشه، دمبله ای که آماده باشه، من جز تاپ تیری وینگرهای دنیا قرارش میدم و چون دو پای قدرت دریبل زنی یک به یک رو داره، شوت از راه دور خوبی میزنه با هر دو پا، سانترای خوبی انجام میده. یه صحبتی بود که اون 6 ماه آخری که جاوی اومد، 6 ماهی که قراردادش داشت تموم میشد، که دمبله داره برای قرارداد جدید بازی میکنه و بعد از تمدید دوباره برمیگرده به همون حالت بیخیالی قدیم و دیدیم که اینطوری نبود. یعنی هم بازی قبلی یه گل مهم و حساس زد که فکر کنم بازی 2-1 کرد، با پای چپ جاشو عوض کرده بود و همین بازی به دوتا پاس گل داد. پاس گلی که حالا به لواندوفسکی داد، درسته هنر ضربه زدن لواندوفسکی بود که شبیه و تداعی کننده اون ضربه پشت پای سوارز هم بود برای بارسایی ها، ولی در کل دمبله اون تراوت و تازگی رو به خط حمله بارسا میده. حالا چون بارسا بازیکنای فانتزی مثل رافینیا و فاتی داره، شاید آنچنان به چشم نیاد، ولی خب واقعا دمبله موافقم 100% به نظر منم جز تاپ 5
وینگرهای دنیاست. حالا اینکه میگم و اینا شوخی میکنم، ولی خب واقعا مشکل تصمیم گیری که داره. حالا من واقعا نمیخوام مثل قضیه جورجینیو حالا این بچه ها تو مشکل لایو رو بذارم برم ببینم. سروش آره این مشکل رو خیلی از بازیکنهای همسن و سال دمبله با این سبک مثل رافائل لیائو به طور مثال توی میلان، رشفورد اصلا رشفورد، رافائل لیائو، ماجرا. کریستیان پولیسیچ، بازیکنهای با این سبک این مشکل رو دارن و به مرور بهتر میشه. در مورد رافینیا خیلی خوب حتی این نکته ای رو گفت که سانترایی که میکرد دقیقا قبل از گلی که لواندوفسکی بزنه یه توپ همین شکلی ارسال کرد و لواندوفسکی بکنم ضربه‌اش به تیرک خورد، نزدیک بود تو گل نرفت و این اصلا ما نشون میده بگو اینو بگم این نشون میده که کار کاملا تمرین شده بود، بر اساس خلاقیت فردی نبود، چون بارسا استراتژیش قبل از بازی که یک هیچ بشه این بود که سمت چپ اوورلود ایجاد کنه با استفاده از اوورلپ های بالده و اضافه شدن پدریو گاوی به اون سمت، به اون کانال های نیم فضای سمت چپ خودشون و سمت راست وایادولید، و سمت راست رافینیا یک به یک بشه با دفاع حریف. به دلیل اینکه تعداد بازیکن‌های سمت دیگه زمین زیاده، رافینیا بر یک به یک بشه، چون رافینیا دفاع راست ایستا پشت سرش بود، دفاع کناری پشت سرش نبود که اوورلپ کنه و فضا براش به وجود بیاره، و دلیل اینکه میتونستن رافینیا رو صاحب موقعیت کنن همین بود، و از همین طریق دو تا سانت یه شکل کرد که یکی به تیر خورد یکی رفت تو گل و کاملا گل تاکتیکی بود. میخواستم اینو بگم که با استادت ها دقیقا در بین دو نیمه با این کوچ تاکتیک برده که میتونیم حالت تاکتیکی رو تو زمین نشون بدیم، دقیقا گفتیم که از اونجا بارسا هم دمبله هم رافینیا کات اینساید میکنن دیگه. خب حتی صحبت و اضافی من اینم بگو. بگم قبل اینکه بریم سراغ عطا، و اینم بگم کلا دو روش وجود داره وقتی شما دفاع پشت سر وینگر ایستاده که بتونی وینگر رو صاحب موقعیت کنی، یا اینکه اوورلود در سمت مخالف زمین ایجاد کنی که اون بازیکن با دفاع روبرو یک به یک بشه و قدرت یک به یک دریبل زدن هم داشته باشه، که خب میدونیم رافینیا خیلی تبحر داره توی این کار، یا اینکه اوورلود رو در سمت خود اون بازیکن با استفاده از پدری و گاوی و لواندوفسکی ایجاد کنن و اون کارهای ترکیبی و یک دو به نتیجه. حالا من یه آمارم فقط بدم، من بیشترین لمس توپ رو در یک سوم حمله بارسلونا رافینیا داشت با 63 لمس توپ، در حالی که 60 دقیقه بیشتر بازی نکرد، و بیشترین تعداد دریبل و دریبل موفق رو هم رافینیا داشت توی 60 دقیقه که داشت با 4 دریبل، یعنی کاملا موثر بازی کرد. حالا من تعداد پاسا رو دقت نکردم، ولی موقعی که بعد بازی بود نگاه کردم، یعنی الان یادم نمیاد، ولی تعداد پاسا مثلا با اینکه حالا ژاوی در واقع نمیدونم چی میگن آورنده دوباره اون تیکی تاکا اون فلسفه بارسا است، نشون میده که حالا با اینکه خیلی تیمش بهتر شده، ولی من حالا من صرفا دارم انتقاد میکنم به این معنی نیست که بارسا بده، من دارم نقاط بدو میگم. من فکر کنم یه کمی مثلا حتی توی تمپوی پاسکاری ما همچنان ضعیفیم، یعنی کارهای ترکیبی شکل نمیگیره. وقتی پاسو میدی اون زمان کمان همچین ایرادی من داشتم، ولی اون موقع که اصلا 11 نفر سر پست وا میستادن، یعنی اونا فیلیکس ماگاتو میخواستن که 90 دقیقه بیاد تو تمرین بذارتشون بدون توپ سر یه پست تا یاد بگیرم، ولی الان خیلی کارهای ترکیبی به نظرم بهتر شده، ولی جا داره هنوز، یعنی سرعت پاسکاری پایین، دفاع باز نمیشه، یعنی ما الان بارسا با تیمای قوی تر بازی کنه که بهتر دفاع میکنن فکر میکنم به مشکل میخوره، ولی خب لواندوفسکی خیلی بارسا رو کمک میکنه چون آپشن هوایی هم، یعنی توپای هوایی هم به خط حمله بارسا اضافه میشه. حالا یه کمی صحبت کن بعد بریم سراغ رئال دیگه اگه حسینم صحبتی نداشت. ببین حالا خب طول میکشه دیگه، ببین ما چند تا مربی داشتیم که اصلا دور از این فلسفه بارسا حالا تیکی تاکا بودن، حالا مثلا یه مربی مثل ستین که حالا خب میگفتن نمیدونم تعداد پاس بالا تیمش با مالکیت بازی میکنه، ولی خب مالکیتی که رو به دروازه نبود، مالکیت به سمت حمله نبود، و همینجوری ایستا سر پست خودشون با هم پاسکاری میکردن، والورده همینطور، کمان همینطور. یه چیزی بگم الان من کله ها میکنن، مرحوم تیتو ویلونووا یکی از عاملان به نظر من، و بعدش انریکه که اومد دوباره تیمو زنده کرد به یه سبک دیگه، ولی یکی از عاملان نابودی تیکی تاکا در بارسلونا، با اینکه اون موقع پوزیشن یکی از بیشترین پوزیشن ها رو بارسا داشت، فکر میکنم با بالای 100 امتیاز قهرمان لیگ شد، ولی همون فصلی بودش که حسین ما 7 آپ شدیم، یعنی شما ببین با 100 امتیاز لیگ بگیری از میلانی که
میلانی که داشت رو به افول بود، ما دو تا خوردیم تو سنسی رو، بعد اومدیم 4 تا با جوردی رورا، اون موقع مریض بود مربی، زدیم به میلان و رفتیم 7 تا با این خوردیم. یعنی این سبکو من فکر میکنم دوباره ایجاد کردنش هم یه کمی کار سختی باشه. حالا به نظرم البته بگذاریم از این بحث چون خیلی طولانی میشه و حالا پشت سر مردم صحبت نکنیم بهتره، دستش از دنیا کوتاهه. تمپو رو بگو. حالا نه اینو من مخالفم باهاتون چون من از نظر بارسا خیلی اتفاقا روون بازی میکنه و لذت میبرم از دیدن بارسای ژاوی. خب ژاوی رو من موقعی که نتیجه نمیگرفتم حالا به دوستای بارسایی میگفتم که مربی خوبی و ازش میشه گواردیولای دوم یا انریکه دوم ازش در آورد. ولی نکته یکی هست میخوام در روی خود بازی بیشتر صحبت کنم، اینکه با جولز کونده در سمت راست بارسا یکم روانتر شد، انگار چرخدنده های تیم یه روغنی بهش زده شد. یعنی از اون زمختی آراوخو وقتی با توپ کار میکنه کاسته شد و اصلا بحث اصلی این بود که جولز کونده قراره توی شماتیک هر جا هست مهم نیست، قراره واقعی که بارسا توپ رو داره در بازی سازی بارسا دفاع وسط سمت راست سیستم سه دفاعی بازی کنه که همونجا هم بازی کرد و بازی قابل قبولی هم ارائه داد به عنوان بازی اولش. فقط اینو بگم اون توپی که ترشتگن گرفت و توپ دوم رو خود جولز کونده از روی خط در آورد اشتباه خود جولز کونده بود نه اریک گارسیا. ممکنه اینو چیز به اشتباه مثلا بعضی بندازن گردن اریک گارسیا که خیلی هم خوب بازی کرد، ولی اون توپی که جولز کونده در خط در آورد اشتباه خودش بود که بازیکن رو ول کرد و پاس داد به گارسیا، یعنی حالت ذهنی که تو برو بگیر بازیکن رو. و خب ترشتگن هم دیدیم که چقدر خوشحال بود بعد از این سیوایی که کرد و بعد از کلین شیتی که کرد، چون که هانسی فلیک تو استادیوم بود، یعنی هانسی فلیک تو نیوکام داشت بازیشو زنده میدید. به خاطر جام جهانی خیلی انگیزه داره ترشتگن هم. حالا من یه نکته ای بگم که حالا همین حرفایی که مشکل میگم چقدر عطا ناراحته، ببخشید میوت بودم که ترشتگن داره همه رو میگیره. من به خدا خوشحالم. شکر نه بابا خب چیه، من همین خوشحالم که اومده رو فرم. آره نه من میرفتیم مندی و مندی و حسین اینا رو میخریم، بنده خدا نمیتونست با تو کار کنه. ولی حالا همین حرفایی که حسین زد راجع به ژاوی و حالا این جورس کنده و اینا، میخواستم یه سری نکاتی بگم. حالا بحث این اتفاقاتی که تو این چهار روز مثلا انتقال آنتونیو اینا افتاد، حالا ژاوی توی زمین به نظرم خیلی مربی خوبیه، ولی تو این تابستون به نظرم خارج از زمین فهمیدیم چقدر مربی خوبیه. یعنی اون حرفایی که زده میشد حالا توی رسانه ها که زنگ میزنه بازیکنان راضی میکنه، یعنی با یه زنگ اصلا بازیکنی مثل لواندوفسکی با اون وضعیت توی بایرن، حالا درسته یه مشکلاتی داشت با همین جورس کنده که داشت میرفت چلسی، رافینیا اونجور و خب اینا رو تونست راضی کنه بیاره به بارسا. و مثلا آنتونی که الان نیمکت نشین رافینیا توی برزیل، میبینیم اون بر 100 میلیون رفته منچستر، ما این بر رافینیا رو تونستیم با 5 میلیون بخریم. همین چلسی اگه شما نکنم دیروز یه خبری اومد که واسه گواردیول میخوام 90 میلیون خرج کنم، همین امروز 70 میلیون فوفانا رو خریدم، ما تونستیم حالا جورس کونده رو با 5 میلیون بخریم. و این به نظرم بعد از سالها یه اون روابط خوبی که بین مدیریت و مربی شکل گرفته، اون کانکشن خوبی که دارن، میدونن از هم چی میخوان، چه انتظارایی دارن، باعث شد که ما بالاخره توی نقل و انتقالات امسال از نظر مدیریتی هم یه شاهکاری به نظرم کرده باشیم. حالا درسته خیلی خرج کردیم، ولی خرج درست بود توی افعال. البته نقش متئو آلمانی رو هم نباید فراموش کنیم دیگه، مثل یه چسب لاپورتا و ژاوی رو به هم دیگه متصل یه میکنه. آیتم رفتیم دقیقاً راجبه همین که اصلا این پول از کجا میاد. ببخشید بچه‌ها میتونن برام ببینن لینکش رو تو دیسکریپشن حتما میذاریم بعد از این آیتم، هم لایو ریاکشن و همون آیتم اهرمای بارسا رو. ولی میگم متئو آلمانی هم امسال مثل جرارد رومرو همه توجهات و جایزه ها رو باید به خودش اختصاص بدن 100%. و خب من یه نکته آخرم دیگه راجع به بازی بگو. بگم دوره بازی بگو. آره تمام کنیم. حالا من یه سری چیز یه سری بحثا بود که چرا مثلا ژاوی جای بوسکتس دیونگو استفاده نمیکنه توی اون پست، و خب این کلن این بحثا رو دیگه به نظرم باید تموم کرد، چون ببین پست دیونگ و بوسکت کلن فرق میکنه. یعنی تو یا قراره اگه دیونگ قراره جانشین بوسکت بشه،
تو باید سبک بازی تو با دیونگ تطبیق بدی. بوسکتس یه هافک دفاعیه که منتظر توپ میمونه، ولی دیونگ یه هافک دفاعیه که وای میره توپو میگیره میبره جلو، و وقتی اون توپو میبره جلو اون پست بوسکتس خالی میشه، و ولی بوسکت منتظر توپ میمونه که توپ بیاد توپو بخش کنه. و ببین اگه دیونگ رو قرار جانشین بوسکتس کنی، تو باید و ببینی که چه راه حل دیگه ای برای پشتش پیدا کنی، تطبیق بدی با اون حالتی که دیونگ بازی میکنه، که ببینی چه راه حلی داره که اون وقتی میره جلو پشتش خالی نباشه. اگه سیاس راه حلش دیگه مثلث پدری کسیا دیونگ، آره اینم میشه که خب خود جاوی اصلا گفته بود، جاوی آخه گاویو خود جاوی گفته بود که حسین صدات قطع شد. خب الان صدا هست؟ آره الان هستش. خب اینو یک کات بده یادت باشه 15 و 40، آره 15 و 50، آره که به دیون به چشم هافک هجومی نگاه میکنم نه جانشین سرخیو بوسکتس، یعنی حرفی بود که خودش جابی هم الان زده بود. و خب من یه نکته آخر آره بازی بارسا بگم، پدریه، یعنی اگه بخوام تو آیتم رئال از شوامنی تعریف کنم، تو آیتم بارسا بعد از پدری تعریف کنم که تو یک سوم هجومی بارسا تو زمین بایدولید، پشت محوطه بایدولید 13 بار اقدام به پرس کرد، بیشتر از هر بازیکن دیگه ای، و اون قدرت بازپسگیری توپ توی بارسلونا پدری و گاوی زنده نگه میدارن با پرس های زیادی که میکنن، چون ما میدیم لواندوفسکی معمولا مهاجمی نیست که زیاد توی پرس پویا باشه و دوندگی میفته رو دوش این دوتا بازیکن جوان. و یه چیز دیگه این که خواهشم به پدری نگن محصول لاماسیا بارسایی، اینو رعایت کنید. خیلی خوب بریم بچه ها، بریم سر رئال اگه موافقین. برو بریم. خب الان رئال هم اومده بود بارسلون با اسپانیول بازی داشت دیگه، یه بازی سختی که دوباره دقایق آخر به گل رسیدن. من خودم ندیدم به خاطر خیلی راجع بازی نظر نمیدم، فقط میدونم که کریم بنزما دوباره ترکون و اینکه دقیقه 88 و دوباره اون تایمینگ این فرگی تایم شده دیگه، و اینکه شوامنی هم حسین حالا این دفعه تو شو کنیم رئالو شوامنی واقعا کار سختی داره که اون کاسمیروی که رئال اون عباش جام گرفت و جاشو پر کنه، ولی به نظرم خیلی خوب داره عمل میکنه نسبت به سن و خیلی هم انتظار حالا در حد کاسمیرو ازش نیست، ولی خیلی خوب داره عمل میکنه. من فکر میکنم حالا خودت میخوای کمی صحبت کن راجع به رئال. درباره شوامنی گفتیم که هر چقدر از پدری و تعریف کنیم سمت رئال باید از شوامنی تعریف کرد، ولی اینم بگیم که جلوی اسپانیول 15 بار برای پرس اقدام کرد، یک بار موفق بود و 14 بار نتونست توپ رو بگیره، که خب برای به عنوان شماره 6 که جلوی دفاع باید نقش جارو برقی رو بازی کنه زیاد عدد ارقام خوبی نیست اونم جلوی اسپانیول، ولی خب پاس گل داد و پا به توپ جلو اومد و پاس گل داد به وینیسیوس. و درباره رئال چیزی که هست رودریگو، یعنی واقعا میشه ساعت‌ها از رودریگو تعریف کرد که چقدر خوب میاد و جریان بازی رو عوض میکنه، و شاید اگر فیکس باشه به اون صورت تاثیرگذار نباشه. آفرین، همین می‌خواستم بگم. تعویضی دقیقاً اون 20 دقیقه 30 دقیقه آره قشنگ میاد، اون برگ برنده آنجلوتی رودریگو که حالا بازی هم یک یک بود و داشت سخت میشد بازی برای رئال تو زمین حریف، یه سانتر استثنایی کرد برای بنزما و بازی 2-1 شد و بعدش دیگه اسپانیول تمرکزی نداشت، شبیه به سوسییداد بعد از گل دوم بارسا عمل کرد، خیلی شلخته خیلی سردرگم، و بعدش هم که گل سوم دیگه اون دقایق آخر کابررا رفت درون دروازه و گلرشون هم اخراج شد. حالا راجب روند رئال حتی تو میخوای صحبت کنی راجب بازیشون با اسپانیول، نکته ای داری راجب رئال یا اینکه با حسین ادامه بدم؟ من خب حقیقتا بازی رو ندیدم، ولی حالا هایلایتش رو که دیدم خب به نظرم شوامنی خیلی عمل کرده خوبی داشت. حالا درسته توی همون نکاتی که حسین میگفت خب هنوز به نظرم کار داره، حالا چند تا بازی دیگه جا میفته، حالا هی هافکشون هم دائم داره شناور بازی میکنه، یعنی کاماوینگا والورده مودریچ یه ذره طول میکشه تا کنار هم اینا جا بیفتن، و به نظرم شوامنی هم خوب میتونه جای کاسمیرو رو پر کنه رفته رفته. نکته خاصه دیگه فقط یه اشاره هم به این
رقابت بین لوا و بنزما بکنم که از همین هفته سوم اگه اشتباه نکنم شروع شده دیگه، یه گل آره اختلاف واقعا هم. آره جذاب کرد لالیگا رو، حالا کاوانی هم که اضافه بشه ببینیم دیگه چه رقابتی میفته. نه آره کاوانی حالا بیچاره رو حالا همون ضعیف جلوتر شده. بهش میپردازیم، هیچ کس رو نداره پشت سرش جز حالا کاستیخو. من یه چیزی هم بگم حسین، یه نکته ای که راجع به رئال هستش اینه که الان در واقع آلابا داره پست دفاع چپ بازی کرد این بازی، و اینکه والوردم تو اون پست آر دبلیو که حالا یه سری در واقع رایت وینگ که یه سری وظایف متفاوت از اون رایت وینگ کلاسیکو داره خیلی خوب جا افتاده به نظر من. حالا یه کمی هم راجع والورده صحبت کنیم، آلابا رو اگه نکته ای داری بگو. خب درباره آلاوا اول بخوایم صحبت کنیم، خب همه صحبت ها بعد از خرید رودیگر این بود، علامت سوال بزرگ داوید آلاوا بود که اگر فرلان مندی رو دفاع چپ اصلی تیم بدونیم پس یکی از بین آلاوا و میلیتائو باید بره روی نیمکت تا رودیگر بازی کنه، و خب خیلی آنجلوتی از همون بازی اول، بازی پیشفصل کلاسیکوی وگاس داد، و بعدش توی لالیگا هفته قبل تو آیتم بررسی هفته قبل صحبت کردیم که 10 دقیقه دفاع راست بازی کرد رو دیگه 15 دقیقه دفاع وسط بازی کرد، و این تغییرات جای رودیگر و آلابا نشون میده که خب هنوز به اون ترکیب اصلی دفاعیش آنجلوتی نرسیده، و یه حالت شناوری هم دارن خود آلابا و رودیگر. خب آلابا هم دفاع چپ سالها بازی کرده در بالاترین سطح در بایرن مونیخ، هم دفاع وسط یکی دو ساعت آفک دفاعی هم میتونه اگر شوامنی مصدوم شد بازی کنه داوید آلابا، و رودیگر هم سالها در روم فکر کنم دفاع راست خیلی بازی کرد، توی چلسی هم دفاع وسط سمت چپ بود که حتی دفاع چپ هم گفتیم ازش استفاده کرد، و خب کلا خط دفاع شناوری داره، و با توجه به میزان مصدومیت کارواخال و اینکه واسکز رو بخواد بالا بازی بده ممکنه که رودیگر رو بیشتر سمت راست هم ما ببینیم و همون ترکیب مندی حالا با میلیتائو دست نخوره. حالا حسین من میگم که رالیایی هم که دارم والورده میبینن، ببخشید من میگم رالیایی هم که دارم میبینن برام کامنت کنن که ترکیب مورد علاقه دفاعیشون کدوم 4 نفرن یا حالا کدوم 3 نفر، چون سمت راست یکم این باز تکلیفش مشخص تره. من بخوام خودم ترکیب 4 نفره دلخواه دفاع رئال رو بگم، مندی، رودیگر، میلیتائو، کارواخال رو انتخاب میکنم و آلابا رو بیرون میذارم. ولی گفتم در مورد والورده نیستم، خیلی اشتباه میکنه، یعنی من واقعا ترجیح میدم آلاوا رو بذارم دفاع وسط کنار رودیگر، مندی رو بذارم چپ، واقعا میلیتائو افتضاحه. شاید البته ببین خیلی پروفایل شبیه به همی هم دارن رودیگر و میلیتائو، یعنی جفتشون از لحاظ بادی تایپ، از لحاظ منتالیتی، از هر لحاظ شبیه به هم هستن، شاید یه آلاوا مثلا کنارشون باشه مکمل بهتری باشه. در روی والورده کوتاه صحبت میکنم، خب والورده اون سلاح مخفی آنجلوتی توی ران چمپیونز لیگ فصل قبل بود که هر وقت به مشکل میخورد سری وینگر راست والورده میشد و چلسی و سیتی رو بیچاره کرد با قدرت پرس بالایی هم که داشت و ورکریت دفاعی بالایی هم که داره، و به عقب میاد عرض 5 نفره درست میکنه. این عرض 5 نفره درست کردنه وقتی رودیگر دفاع راست باشه خیلی به کمکشون میاد، چون وقتی کارواخال دفاع راست بود مجبور میشد تو عرض 5 نفره بیاد تو محوطه جریمه، هم از کای هاورتس اونا گل خوردن روی سانتر از جناحین توی لندن، و هم از کوین دی بروینه در اتحاد گل خوردن، هر دو گل روی سر کارواخال بود، و حالا اگر رودیگر دفاع راست باشه توی چمپیونز لیگ مراحل بالا دیگه این نقطه ضعف هم براشون پوشش داده میشه، که در واقع این نقطه ضعفی هم که گفتی در واقع این نقطه قوتی بود توی خط دفاع رئال، ولی خب کارواخال در واقع نقطه ضعف کارواخال روی توپای هوایی. آره دیگه. درست میگی، نه آدم تایید میکنم حرف تو، منظورم متوجه نشد، حالا ادامه بده. درسته، و در کل من اینم بگم که یکی از خبرنگارای نزدیک رئال که از مارکا بود، اسمش رو یادم رفته، ساینز، کارلوس، خوزه، شبیه به کارلوس ساینز فرمول 1 بود اسمش. آره بگیم شما اگر حضور ذهن دارید بگیم. مانو ساینز یه خبرنگار. آره مانو ساینز خبری که داده بودیم بود که 2 هفته قبل یا 3 هفته پیش آنجلوتی یه جلسه خصوصی که حالا نمیدونم این خبرنگار از کجا خبر داشت، به مودریچ، کروس و کاسمیرو گفته که کم کم زمان بازیتون کاهش پیدا میکنه و باید تجربیات خودتون رو در اختیار
امثال کاماوینگا و شوامنی قرار بدید که کم کم اینها بیان جایگزینتون بشن، که خب شاید الان برامون بیشتر قابل درک باشه دلیل جدایی کاسمیرو، جدا از مسائل مالی، اینکه میدونسته که قرار شوامنی تایم بازی کاسمیرو رو اختلال درش ایجاد کنه و جدا شده. همین. خیلی خب، بچه های رالی هم راجع به این قضیه نظرشون رو بدن. بریم سر اتلتیکو و والنسیا. خب حسین، راجع به اتلتیکو والنسیا هم خیلی کوتاه در حد 3-4 دقیقه صحبت کن. خب من انتظار داشتم اون گتوزو، یه سمت گتوزو بود یه سمت دیگو سیمونه، ولی خب دعوای تاکتیکی توی زمین بیشتر داشتن و والنسیا تو زمین خودش نزدیک 70% مالکیت توپ داشت. والنسیا لحاظ بازیکنی، لحاظ اسکواد خیلی فقیره، یعنی واقعا کسی رو ندارن. یعنی توی خط حمله الان کارلوس سولر هم صحبتاش هست که با هلوش 15 به علاوه 3 یا 18 میلیون یورو داره به پی اس جی میره و داره به پاریس سن ژرمن میره و دیگه واقعا فقیرتر از قبل میشن. اونا گونچالو گدس رو هم از دست دادن توی خط حمله و دست گتوزو بسته است واقعا، با توجه به مشکلات مدیریتی هم که والنسیا داره. شاید خوزه گایا هم تو همین دقایق ددلاین آخر جدا بشه، خوزه گایا هم ازشون، خوزه گایایی که حالا شاید الان تبدیل به ارزشمندترین دارایی تیم شده. حالا کاوانی رو گرفتن، ولی من فکر نکنم کاوانی چاره کار باشه، چون قبلش باید سازنده هایی وجود داشته باشه که کاوانی توپا رو تبدیل به گل کنه و بازیکن سازنده خاصی به جز کاستیخو ندارن به صورت جدی. و مقابل اتلتیکو خیلی خوب بازی کرد والنسیا، توپ و زمین رو حداقل در اختیار داشت اون قدری که ازش انتظار میرفت و اتلتیکو خیلی اقتصادی برد، مثل اتلتیکویی که تو این چند ساله از سیمونه میشناسیم، یکیچ با گل گریزمن. و خب الان میخوایم با شما دو دوست بارسایی درباره گریزمن صحبت کنیم که زیر 30 دقیقه بازیش میده که اون 40 میلیون یورو رو بهتون نده دیگو سیمونه. من نمیدونم چرا خود گریزمن انقدر شاکیه، این شاکی نمیشه، نمیتونی زیر 30 دقیقه بازیش بدی. من نمیفهم، همیشه 29 دقیقه 28 دقیقه 27 دقیقه تازه گل هم زد با همین پلن، بدترش اینه. اصلا خب من امیدوارم که یه جواو فلیکسی مصدوم شه که مجبور بشم بازی بدم. تو طول فصل گیر میکنن اینا. چی شد؟ کات میده نوجه دیگه، همون گریزمان دوباره. نورم خیلی رو مخمه هایی، یه دن رینگ لایت بگی دیگه، کاری نهنه که یه دن تراب بگی. نه درست میکنم. خب پس درست اونو درست کن. الان چیز نیست، خیلی بد نیست، رو مخ نیست. نه خیلی بد نیست، ولی سری بد درستش کن. طولانی شد دوباره. بکنی فردا لایو عطا این چیزشو بذار دیگه، بذارش بکنم. آره از الان بذاریم ها، دهانیمه. آره تا 12:30 بریم دیگه، به یاد قدیم. پارسال یادته چه حال داره؟ آره چقدر خدای پارسال حالش بیشتر بود دوست. حالا ما هم درگیر بودیم آجی، یاده گریزمان را میکتیون خیلی اصلا پنجره بالی هم بود. صدا هست؟ آره هستش. من یه لحظه نمیدونم چی شد، مال مشکل از سیستمم بود، از هدفونم بود، کلا صداتون رو نداشتم. الان درست شد؟ نه از اونجایی که من حرفم تموم شد شما داشتید صحبت می‌کردید، من صداتون رو نمی‌شنیدم. اگه می‌خواید شما دوتا از اول صحبتتون رو بکنید یا اگر نه حرفتون به یه جایی رسیده ازش بگذریم. نمی‌دونم. من نگفتم چیزی.
چی چیزی گفتی متا نگفت. آخرین بار؟ چون داشتید صحبت میکردید من صداتون رو نداشتم. گفتی 26 گفت دقیقه، من گیر میکنه وسط فصل. گفتم گیر میکنه وسط فصل. آره تا اینجا بریم. چون حسین وسطش گفت وایسید فلان اینا. آها گفتی وایسیم. آره گریزمن رو من بعد اولش گفتم بریم. آره، من گفتم صدا رو اینا نرم. از این که من پاس دادم بهتون، شما دوتا شروع کنید دوباره. حتا یه شروع کن. یک مشکل عجیب و نادر بود. یک دو سه. ببین به نظرم این یه وضعیتیه که خب نمیمونه اینجوری قطعا. حالا اوایل فصل خب الان دستش بازه، ولی نمیتونن تا آخر فصل که به حالا گلزنشون هم به حال گریزمانه دیگه، حالا درسته افت کرده، ولی نمیتونن هر بازی که زیر 30 دقیقه بازیش بدن. و سیمون هم نیاز داره به گریزمان، نیاز پیدا میکنه، بازیکن مهمیه واسش، ولی خب فعلا پلنشون اینه دیگه. حالا ولی بارسا هم پیشنهاد داره واسه گریزمان همین الان، و فکر کنم پلنشون اینه که حالا کمتر از اون 40 میلیون بخرن. یعنی پلنشون این نیست که نخرن، ولی به نظرم کارشون گره میخوره وسط فصل. حالا حسین من بعید میدونم کارشون گیر کنه، چون آنخل کوریا، موراتا، ژائو فلیکس، ماتئوس کونها، یعنی بازیکن دارن که بخوان. گریزمان تو ترکیب سیمونه داره، سیمونه بهش نیاز پیدا میکنه، چون کاری که گریزمان میکنه واسه اتلتیکو و اتلتیکو سیمونه، به نظرم هیچ کدوم از بازیکنایی که حالا الان دارن، چه ژائو فلیکس چه کوریا، نمیتونه واسه سیمونه بازیکن سطح بالایی هم هستی. حالا در هر صورت، البته من یه سوال از شما داشتم، نمیدونم الان اینجوریه که یه تعدادی بازی باید بیش از 30 دقیقه انجام بده، مثلا 15 بازی، 5 جان 50 دقیقه، 50 درصد بازی ها بالای 30 دقیقه. خب 50 درصد بازی ها، یعنی تو 50 درصد بازی ها میتونه فول مچ بهش بازی بده، یعنی 49 درصد 48 درصد بازی ها رو میتونه کامل بهش بازی بده دیگه، یعنی 18 19 تا بازی میتونه کامل بازی کنه، قشنگ میتونه سویش کنه دیگه به چرخونه. آره قشنگ اتلتیکو الان تو موضع ضعف نیست و شاید این 50 درصد بخواد 19 تا بازی بده، 50 درصد پر شده دیگه، برعکس 17 تا بازی. حالا 17 تا بازی آره، و خب به نظرم اشتباه بوده این بندی که حالا قرار دادید و خیلی خب. ببین همین که میخواستم دو سال از کرده هم بود انتقال گریزمان، اگر سال قبل چیز کنیم دو سال آره دقایق آخری و خیلی عجله ای بود، به شرط آره به شرط این که ساول بره یه جایگزین میخواد اتلتیکو، و خب اومد سراغ گریزمان. و درباره اتلتیکو هم من حرفی ندارم، این که خب اسکواد خیلی کاملی امسال دارن و هفته اول ما گفتیم شانس قهرمانی هن. من هنوزم میگم مثل تاتنامی که توی انگلیس گفتیم یکی دو هفته فرم بدی داشتن، ولی بازم به نظرم اتلتیکو یکی از شانس اصلی قهرمانی هن. چون خیلی بازیکنای خوب و سرحالی داره. دفاع چپش هم فقط اینو یادمون نره بگیم که عوض شد دیگه، رونالدو دی به فارس رفت و سرخی رگیلون رو گرفتن. حالا رگیلون هم بالاخره اتلتیکو دنبال تیم بود. و اینکه بچه حتما نظرتون رو برامون کامنت کنین راجع به لالیگا، ما سعی می‌کنیم راجع به اتلتیکو تو برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت کنیم. سابسکرایب و لایک و کامنت هم یادتون نره. دمت گرم، حتی دمت گرم حسین که اومدین، ممنون. برو بریم، دمتون گرم.